به نام خدا. سلام، میخوام راجع به فمینیسم حرف بزنم، دین جدیدی که کل دنیا رو به گند کشیده و پیروانش هر روز متعصبتر و فنتیکتر و پرخاشگرتر و بیمنطقتر میشن. آره، این دین جدید بلایی سر زنها آورده که هیچ کسی تو تاریخ همچین بلایی سرشون نیاورد. کافی از خودتون بپرسید آیا دنیا امروز زنانه تر شده یا مردانه تر؟ مادرانه تر شده یا پدرانه تر؟ این فرقه زاله در ظاهر رد پدرسالاری اتفاقا پدرسالارانه تر است. یه کاری کرده که حتی زنها هم مرد شدند. یعنی اون موجوده مهربون و از خود گذشته و احساسی و ظریف تبدیل به یه موجود پرخاشگر بی منطق خودخواه و پرتوقع شده. دیگه شما زن نمی بینید، مردهای مؤنث می بینید. از لباس پوشیدن، از شغل، مسئولیت در خانواده و در اجتماع و از ورزش تا هنر و هر چی که فکرشو بکنید دیگه زنانه مردانه نیست، همش شده مردانه. خلاص. قدیم مرد دنیای خودشو داشت، زن دنیای خودشو داشت. مرد بهترین بنا بود تو عالم خودش، زن بهترین آشپز بود. زن رئیس آشپزخونه بود، رئیس خونه بود، معلم بچه ها بود. مرد رئیس بیرون بود، خرید باش بود، شکار باش بود، کار کردن باش بود. اما امروز هر دوشون به حریم هم تجاوز میکنن، رقابت شده تو دنیای هم دیگه. مرده میاد بالای غذا وای میسته میگه روغنشو کم ریختی، زنه بغلش میشینه تو ماشین میگه از این خیابون نره از اون خیابون برو. نه به یه حالت خوبی که هم فکری و شراکت در زندگی باشه، نه، رقیب شدن، رقیب هم شدن. زن تو سری میزنه، ای بیورزه تو نتونستی مثل من عقل اقتصادی داشته باشی. مرد تو سری میزنه، ای بیورزه تو نتونستی مثل من عقل مثلا تناسب اندام داشته باشی. البته هنوزم شما تفاوت مرد و زن مثلا تو بحث شغل میتونید ببینید. همه منشی ها تقریبا زنن، قالب پرستارها زنند، بیشتر مربیان مهد کودک زنند. اونم بالاخره ذات و اون طبیعت زن و مرده که همچنان تو همچین دنیایی به هر حال داره مقابله میکنه با شرایط حاکم، حتی به طور خودآگاه یا ناخودآگاه به هر حال دنیا رو به سمت طبیعت خودش میکشونه، یعنی همچنان مقاومتی هست. حالا این بحث های این که ایکوالیتی یا برابری در شغل و این چیزا که کلن مسخره است، چون همین الان هم میبینیم به هر حال این ذات مرد و زنه که مرد از اشیا خوشش میاد، دوست داره کارش جوری باشه که با اشیا سر کار داشته باشه، میکانیک باشه، موتورساز باشه، نمیدونم بنا باشه، نقاش باشه. زن ذات جوریه که با انسانها بیشتر راغبه در ارتباط باشه، دوست داره معلم باشه، مادر باشه، پرستار باشه، مربی باشه، منشی باشه. البته یه چیزی بگم، شما تو ایران نمیتونی بفهمی چه بلایی سر زن اومده. تو ایران کاراوکی یه سرگرمیه. یه ایرانی کجا دیده که بره توی یه اتاق کاراوکی چهار تا آدم چاق و کچل و زشت و ولی پولدار نشسته باشن، بعد 7-8-10 تا دختراشونو بیارن جلوشون، اینا چند تاشون انتخاب کنند و با هم آهنگ بخونند. یا یه ایرانی کی دیده 4 تا آدم چاق و کچل و زشت و پیر ولی پولدار بیان بشینن تو رستوراناشون، تو باراشون، بعد اینا 20 تا دختراشونو بیارن جلوشون، اینا چند تا رو انتخاب کنند که باهاشون شام بخورن.
میگم خب این ایران به هر حال آخرین سنگر سر پای دنیاست در برابر گلوبالیست ها، فمینیست ها و این ادیان جدید. ببین با دروغ کشته شدن یه دختر کشته دادیم. تازه چی؟ تو جریانی که تمام هم و غمش این بود که غیرت کیلو چنده آقا جون. بر علیه غیرت با غیرت بلند شد. میبینی؟ بهش فکر کن. یارو غیرتش جوشید، اسلحه دستش گرفت، رفت برادر خودش رو کشت. چرا؟ چون فکر میکرد خواهرش داره کشته میشه. اصل اینه دیگه. فریبش دادند. ولی موتیویشنش غیرت بود، تو ویدیوی قبلی هم گفتم. تو جامعه‌ای، راجع به جامعه‌ای داریم حرف میزنیم که اگه یه مردی با زنش میاد بیرون، دست زنشو میگیره، زنشو لخ میگردونه نشون بده، این حتی اینم اثر بیغیرتیش نیست، اثر بیزوریشه، اثر اینه که کنترل نداره رو زندگیش. و اینکه حالا چطور فمینیست به همجنسگرایی، یعنی بیغیرتی و بعد به همجنسگرایی ختم میشم که تو ویدیوی قبلی توضیح دادم. اما چند تا من اینو گفتم، یه چند تا چیزو میخوام کلید واژه بهتون بگم، فرصت داشتید راجبش یه مطالعه بکنید. جریان روسری سوزی تو الجزیره سال 1985، بعد از اینکه فرانسه سال 1930 الجزیره رو گرفته بود، توی جنگ های ایندپندنس برای اینکه استقلالشون رو برگردونن، بعد از این یه جریانی راه میفته. این نکته جالبی داره روش، یعنی این چیزهایی که ما دیدیم اصلا چیز جدیدی نبود. و یکی این که چرا فرانسه مرکزیت داشت توی این جنبش ها، این جریانات اخیر. چرا مسیح علی نجات هی میره با این یارو حرف میزنه تو فرانسه یا عکس فوتوشاپ میکنه که بگه من فلان؟ یه کلید واژه دیگه میگم، اگه درست تلفظ کنم، ماریانز باس یا نیمتنه ماریانت سمبل انقلاب زنانه علیه کلیساست. تو فرانسه مجسمه های نیمتنش همه جا هست تقریبا، یا لایسیتی به فرانسه. خلاصه سکولار ریپابلیک، جمهوری سکولار، جریانی که هدف و دغدغش این بود که قدرت رو از کلیسا بگیره. یه سوال دیگه، چرا حرکات علیه حجاب مثلا نمیذارن یه دختری با حجاب تو دانشگاه بره تو فرانسه بیشتره؟ برمیگرده به همینا. امروز لایسیتی یا همون جمهوری سکولاری بر علیه کلیسا ایستادن، تقریبا با اسلامفوبیا، با اسلام ستیزی برابره تو نگاه سیاسی و گاهن اجتماعی فرانسه. اون نگاه غالبی که توی تمدن غرب غالب میشه از سمت فرانسه. اینجوری بهتره. ببین دیگه، تفسیرش هم این میشه، میگه وقتی که کریستینز یا مسیحی ها و یهودی ها غیره نمیتونن مثلا آثوریتی یه نماد دینی توی استیت، توی حکم فرمانی داشته باشن، یه پولیتیکال استیتمنت، یه بیانیه سیاسی مسیحی داشته باشن، در همین حال هر روسری یک زن یه پولیتیکال استیتمنت داره تفسیر میشه، چون این روسری بر علیه اون گفتم انقلاب سکولار فلان و ریفیوز کردن زنای مسلمون به نگاه جنسی و یا خارج از نرم کالچر اون مجموعه، اون جامعه منظور گرفته شده دیگه. یعنی یه خانوم مسلمون وقتی داره با روسری را میره، یعنی داره یه بیانیه سیاسی میگه، میگه من مسلمونم. اونا فهمیدن شما وقتی مسلمونی یعنی لا اله الا الله رو قبول داری و قوانین بشر رو قبول نداری. میگه قانون، قانون God's law not man's law، یعنی دستورات خدا نه دستورات بشر. تو اسلام هم همینه دیگه، شما فرهنگ و رسوم و قوانین زندگی شخصی و اجتماعی تو از دینت میگیری، نه از کس دیگه اجازه نمیدی. یعنی و اون آدمی که مسلمونه فقط قانونهایی که خدا براش وضع کرده رو مشروع میدونه و بهشون الزام داره، یا دست کمش اینه که قوانین با شریعتش و قوانین الهیش در تضاد نباشه.
ملزم به انجامش میشه، وگرنه قبول نمیکنه. چون ابتدا، دامنه، محتوا، اول و آخرش از بحث توحید میاد. ولی اونی که دستوراتو خودش درست میکنه یا از جاهای دیگه میگیره، نرم استانداردشو از چیز دیگه ای میگیره، مثلا معنای خوب و بد، قوی و ضعیف، پیشرفت و پسرفت، جاهل و باسواد از جای دیگه میگیره، مثلا نگاه میکنه فمینیسم چی بهش میگه اونجوری زندگی کنه، خب این آره. یه سوال، میدونی 84% ترنس ها به خودکشی فکر میکنند؟ یکی از دلایلی که جامعه غربی امروز اومده مثلا چالش پرونان یا اینکه چطوری صداشون کنن که اینا بهشون بر نخورن، به خودکشی نرسن، فلان نشن، افتاده همینه. میان مثلا یه کارهای عجیب غریب میکنن، مثلا روز LGBT پراد و نمیدونم مفتخر و روز دیده شدن و روز اعلام وجود و از این چیزها درست میکنن، چه میدونم دستشویی ها رو یه جنس سوم اضافه میکنن، تو کتابای دبستانشون تبلیغات میکنن، برای بچه های خیلی خیلی سن پایین برنامه های عجیب غریب از همجنس بازی و نمیدونم اینم باش قاطی میکنن با اون بحث ترنس ها، این چند تا اقلیت های فلانه به قول اینا رو با هم قاطی میکنن، بعد میان دیبیت را میندازن که آی نمیدونم این زنی که تغییر جنسیت داده رو بهش نگو زن، یا مردی که تغییر جنسیت داده بهش مثلا یه اسمای جدید پروناند جدید براش در میارن، بگو زر، بگو مثلا نگو هر، بگو زر، یه همچین چیزا. شاید کمتر کسی از این زاویه بهش نگاه کرده باشه یا شاید هم اشتباه کنم، اما به نظر من این تبلیغات عجیب غریب و این که انگاری غرب میخواد بچه هاشون همه همجنسگرا بشن، نمیدونم اسم پدر مادر رو تو کتابای مدرسه شون دیگه نمیگن پدر مادر، میگن والد شماره یک، والد شماره دو، نمیدونم این کارهای واقعا اصلا با عقل جور در نمیاد دیگه. حتی ایتیست ها، سکولار ها، نمیدونم خیلی از اینایی که مثلا اعتقاداتی به دین و استانداردهای اخلاقی سنتی و به سنت و به این چیزا ندارن هم صداشون در اومده. به نظر من ممکنه شاید برای اینه که این موزل خودکشی ها و این تجاوز ها و اتفاقات دیگر رو میخوان از راه اشتباهی حل کنن. این خب غرب همیشه نشون داده که برای مبارزه با شوروی طالبان درست میکنه، برای مقابله با ایران داعش درست میکنه، برای مقابله با خودکشی یک کسایی که بهشون تجاوز شده مثلا یه همچین قضیه ای درست میکنه، این ازش بعید نیست. خب اینا نمیخوان قبول کنن که مثلا، نه این که قبول کنن، یعنی افسارشون افتاده دست شیطان، شیطان به اون سمت میبره، این لابی های صهیونیستی که میخوان نژاد برتر باشن به این حالتی که کل دنیا بد باشه، چون اینا خودشون هم سکولار شدن، خودشون هم مشکل دارن، نمیتونن نژاد برتر باشن، یه کاری کنن که کل دنیا فساد بگیره، اینا از دنیا بهتر باشن. اینو توی یه ویدیو توی پادکست قبلا توضیح دادم. اینجوری که من نمیتونم پرچمم از تو بالاتر ببرم، پس پرچم تو رو میبرم پایین‌تر. این اتفاقات اینجوری داره میفته. و چیزی که باعث میشه سیاستمداران، تصمیم‌گیران، اندیشکده‌ها و گاهن برخی متفکرین و اینها هم با این قضیه همراهی کنن، به نظرم این میتونه باشه. حالا اون یه بحثه. خب آقا جون، به جایی که بری یارو رو ترنس کنی بعد بگی دنیا بیاین به این احترام بذارید، نمیدونم هواشو داشته باشید، خودکشی نکنه، خب نذار بره ترنس بشه. چون درصد نمیگم ولی مقدار زیادی، بیشتر از 60-70% ترنس ها اصلا ترنس نیستن، یعنی بایولوژیکال ترانس نیستن، به صورت بایولوژی یا فیزیکی یا بدنی ترانس نیستن، ذهنی مریض شدن. مثلا طفلی بچه توی دنیای سکشوالایز شده که آمال و آرزوهای آدماش سکس و بهشت براشون معنی سکس رو زمین رو داره،
و نه به اعدام هم انقدر گفتن که بازدارندگی هم نیست و هی زرت و زرت تجاوز میشه، تو بچگیش بهش تجاوز شده، هم کلاسیاش، بچه محلاش یا بدترش فامیلش، خانوادش، روحشو کشتن. اگه دختره که تازه جامعه هم که همش القا کرده آی چیه دختر بودن، دخترها بدبختن، دخترها مظلومن، ای کاش پسر بودیم فلان، این القا هم روش. اگه پسر باشه عفتشو ازش گرفتن، شخصیتشو ازش گرفتن، مردونگیشو ازش گرفتن، این آدم آدم گریز شده، اصلا دوستی نداره، چه پسر چه دختر. حالا تو اون جوامع چون بیشتر جنس مخالف مطرحه، توی رابطه داشتن نرمال بودن اینا که خود اونم درست نیست، تازه بچه هم بوده نتونسته ذهنشو برای خودش جمع کنه، حالا به جایی که بیان نجاتش بدن توی این بحران، اما با یه تشخیص اشتباه، این آدم که آدم گریز شده رو میگن نه تو جنس مخالف دوست نداری، پس تو باید تغییر جنسیت بدی. به جای اینکه بهش کمک بشه، بدتر تیر خلاص رو میزنن. البته تو پرانتز بگم، تعداد خیلی کمی، خیلی کمی از اینها که الان به نام ترانسجندر اینا شناخته میشن، تعداد خیلی کمیشون نه واقعا مشکل بیولوژیک، یعنی به صورت فیزیکی بدنی بیولوژیکشون با مغزشون فرق میکنه، اونا بحثشون جداست ها. اما چیزی که از این موج استفاده کرده و داره به قولی دنیا رو به بیراه تر میبره، شیطون حسابی داره استفاده میکنه، همینه، مشکلات عاطفی روحی، بحرانهای عمیقی که واسه افراد به وجود اومده و به جای حل و به جای درمان و به جای کمک بهشون بدتر کردن، به قولی دایگنوز اشتباه با علمه، اونم علمی که روانشناسی یه چیزی که هر روز تغییر میکنه، کلی اشتباه میکنن فلان، یارو رفته سینه هاشو برداشته، نمیدونم فلان کرده، تغییر ژنتیک داده فلان، حالا بزرگ شده، این ذاتش، طبیعتش، مغزش، بدنش، همه چیزش میخواد مادر باشه، ولی خب دیگه نمیتونه، چیکار کنه؟ به خودکشی فکر کنه. حالا غربی ها اومدن که آی نه نمیدونم، به قولی بیایم یه حالی بدیم بذاریم تو این شرایط حال کنن و خوشحال باشن و نمیدونم خیلی هیرو و قهرمان دیده بشن، آی شجاع، آی فلان. همین اتفاق واسه خیلی از زنهای فمینیست افتاده. یارو 30 سالش شده، شغلش براش از همه چی مهمتره، فکر میکنه شغل از فرزند مهمتره، ولی ذاتش، باطنش، روحش، قلبش، دلش، همه چیزش میخواد مادر باشه، میخواد بچهش رو بغلش بگیره، بچه رو شیر بده، ولی نمیتونه. ناخودآگاهش همیشه ناراحته، همیشه پرخاشگر میشه، نمیدونم افسرده میشه، حالش خوب نیست و نمیدونه چی کار کنه، فکر میکنه دلیل مشکل ها و بدبختی های زندگیش مثلا کلیسا، آخوندا. نه، یه چیزی توی زندگی، یه استیجی بوده که تو اون رو وقتشون کار نکردی. آره، واسه مردش هم صدق میکنه. ببین الان مثلا از لحاظ روحی احتیاج داری دست دخترتو بگیری بری کافه، دست پسرتو بگیری بری استادیوم فوتبال نگاه کنی، ولی هنوز ازدواجم نکردی. چرا؟ چون جامعه القا کرد بهت که باید تجربه کنی، باید تفریح کنی، باید چند نفر امتحان کنی، باید هی با این با اون تا ببینی کدوم بهترینه، نمیدونم نیمه گم شده تو باید ترسیبی و یه گاز بزنی ببینی کدوم قالب دندون تو، ازدواج سن پایین اشتباه و فلان، از اینجور صحبت. بعد دیگه الان هیچ وقت نمیتونی اینو داشته باشی و اینو ضمیر ناخودآگاه میفهمه. همین الان هم ازدواج کنی، همین فردا شبم اقدام کنی، اختلاف سنیت با بچت میشه 600 سال. تازه اون موقع از لحاظ روحی نیاز داری 90 تا بغلت بگیری بری واسهش مثلا شکلات بخری، اونم از دست میدی. بعد تازه میای میبینی که آیا این دنیای فمینیستی مادیگرایانه امروز که سیستم همه رو مردهای برده میخواد که فقط براشون کار کنه، برای دنیا نه خانواده نه هیچی اهمیت نداره،
تازه میبینی اه خدا جون راست میگفتا. خدا جون الان فهمیدم، ولی دیره دیگه. الان خب وقتی تو جامعه ای هستی که دختر بچه میره پارک به جایی که بره خاله بازی کنه، اون نیاز عاطفی خودشو بهش رسیدگی کنه، داره نقشه یه پسر بازی میکنه، میره پارک دوچرخه سواری و اسکیت کنه، چه از لحاظ فیزیکی اندام و اینها و چه از لحاظ روحی و چه از لحاظ اعتقادی و فرهنگی نقش یک پسر رو بازی میکنه، وقتی خودش جنس خودش رو بازی نمیکنه، جنس مخالفش رو بازی میکنه، خودش رو سرکوب میکنه، خب این بلا سرش میاد. اینم میشه مثل هم. این دوست داره مادر باشه، این دوست داره تکیه کنه به پدرش، به شوهرش، به فرزندش، به برادرش، ولی به جاش اون مرده تو این جامعه فمینیستی پدرانگی، عزت، نمیدونم غرور، غیرت، همه چیزشو سرکوب کردن. اون دیگه کسی نیست که بهش اصلا بشه تکیه کرد. نه تنها بهش تکیه کرد، انقدر خورد و خمیر شده خودش تکیه میکنه به این. خب اونم که یه مرد مال خودش دیگه. ولی توی جامعه نرمال که با قوانین اسلامی شکل گرفته، با فرهنگ اصیل و طبیعت انسان شکل گرفته، دختر بچه با دوچرخه میره تو پارک، به پارک که رسید با رفیقاش که جمع شدن لیلی بازی میکنن و جینگلی آلیسا و راجب رنگ لباس عروسکاشون حرف میزنن، راجب مسائل دخترونه و زنونه که خب من یه مردم قشنگ نمیدونم بلد نیستم، راجب اونا حرف میزنن، تمرین زنانگی میکنن، زنانگی خودشونو تقویت میکنن، یاد میگیرن چطوری زن باشن، نه این که برن مثل پسرا فوتبال بازی کنن و نمیدونم هفت‌سنگ بازی کنن و خرپلیس بازی کنن و راجب سیاست حرف بزنن و سیگار بکشن و رپ کنن و گل بکشن و فلان قمه دست بگیرن. و پسر بچه دست عروسکش یا سگشو نمیگیره بره پارک با رفیقاش جمع بشن راجع به مدل موهاشو نمیدونم رنگ لاک ناخونای فلان خواننده شرقی حرف بزنه. به رفیقش هم نمیگه هی اسدالله کی وقت داری بریم آرایشگاه زیر ابروهامونو برداریم. ایوا این هارمونی دنیا به هم نمیخوره. و چقدر دنیا زشته وقتی هارمونیش به هم میخوره. و یه چیز بی ربط‌تر دیگه که اینا همه با هم مرتبطن، این کلید واژه‌ها رو بهش فکر. از هر سه مرد دنیا یکیشون یا باکر است یا هیچ سکسی در طول سال نداره. جمعیت زنام خیلی بیشتر از مرد هاست. بکن وقتی از هر سه مرد یکی هیچ سکسی نداره، جمعیت زن ها هم بیشتر از مرد هاست، احتمالا اون دوتا مرد دیگه دارن نه تنها جور این که جور اون اضافه تعداده رو هم میکشن. مثل همین دیگه، تریسام و فورسام میشه آمال و آرزوهای زندگی یک انسان، میشه بهشت روی زمین برای مرد، در حالی که اون قضیه ازدواج و چند همسری اینا در عین حال یه چیز زشتی داره دیده میشه. عجیب نیست؟ شاید همین میشه دیگه که از سینگل پارتی و لیدیز نایت یهو میرسه به کیز پارتی و سواب فلان و هزار کثافت دیگه. خب وقتی هارمونی دنیا به هم میخوره، خب نویز جاشو میگیره، سر و صدا جاشو میگیره. میبینی چطور این ستا به هم مرتبط میشن؟
ترنس ها، همجنسگرایی و فمینیسم. عجیب نیست. سوال آخر، چرا پیروان دین ایتایی است؟ ببین، تیست ایتیست یعنی انتگونیسم تو تیولوژی. ایتیست ها یا ایتایست ها به قول خودشون بی دین ها، اما در واقع اتفاقا پیروان دین مخالفت با ادیان الهی، که اتفاقا دینه، اما دینی که میگه به هر نحوی هر آیینی به جز خدا. مثل لیبرالیسم که میگه یه عالم خدا، هر خدایی، اما خدای یگانه، به جز خدای یگانه هر خدایی. چرا ایفیست ها و پیروان دین لیبرالیسم وقتی در محدوده اجراییات، اختیارات، تصمیم گیری ها، نمیدونم اسمش چه بذارم، اون چیز خدا باورا قرار میگیرن، یعنی قدرتی ندارند قرار میگیرند و یه کارایی انجام میدن، چرا میگن زنده باد مخالف من؟ یه جوری مثلا هی میخوان بگن بذارید فضای گفتگو و نقد باز شه، بذارید نقدتون کنیم، شاید اشتباه میکنید، ما همه بشریم، ما همه اشتباه میکنیم، ممکنه اشتباه کنید، بذارید فضای نقد باز شه. اما همینا وقتی با پیروان دین فمینیسم در یه بستر قرار میگیرند و اساس کار میشه فمینیستی، چنان احساس خدایی و قدرت و فرمان روایی میکنند که دیگه هیچ کس اجازه تفکر مستقل نداره. یعنی هر بازیگری، هر چهره اجتماعی، هر آدم معروف و نامعروفی اگر برخلافشون حرف بزنه، زامبیوار این پیروان یا شیاطین دینهای سگانه لیبرالیسم، فمینیسم و ایتاییسم، اینها متحدانه حمله میکنند و تمام تلاششون اینه که جلوی تفکر رو بگیرن، جلوی صدای مستقل گرفته بشه. تو این استقلال چه ضرری برای این هاست؟ چرا نباید چیزی، نمیگم حتما برخلاف، اما ناوابسته و مستقل از اینا باشه؟ این تمامیت خواهی، این توتالی یهو، توتالی توتالیتریان شدن که معمولا انگشو به مذهبی ها میزدید، به جناهای مخالف سیاسی نئولیبرال ها و حتی نئومارکسیست های امروزی نسبت میدن، این چیه؟ این توتالیتریانیزم یهویی که یک قدم ازش عقب یا جلو نمیره و میشه مهمترین هدفشون، چه برآیندی داره؟ اینها چه میوه هایی رو میکارند برای چند سال دیگه که چه چیزهایی رو بچینن؟ اینا خوب بهش فکر کن. درچه فکر کردن یه خورده کار سختیه این روزا. یعنی آدم که کلن دوست ندارن حقیقت رو بشنوند، چه برسه بهش فکر کنن، دوست دارن چیزی رو بشنوند که بهشون حس خوبی بده. متاسفانه امروز بشر این اتفاق افتاد و اونایی هم که فکر میکنن جرأت بیان ندارن. آهان، راستی، این ویدیو رو لایک کنید، اگه کانال رو سابسکرایب نکردید، دنبال نکردید، حتما سابسکرایب کنید، لایک کنید، بذارید این صداها شنیده بشه، دیده بشه. الگوریتم یوتیوب جوریه که اگه لایک نشه دیده نمیشه، و لایک کردن ویدیو به معنی تایید
یا دوست داشتن و این چیزا نیست. شما اگر فکر میکنی باعث میشه که کسی این چالش فکر کردن رو فکر کنه، حالا نه حتما رد کنه یا تایید کنه، نه فقط فکر کنه، لایک کن، بذار این حرفا شنیده بشه. بگذاریم. خدا نگهدار.